تو ویدیوی امروز میخوایم ببینیم چطوری سوال بپرسیم در زبان فرانسه. خب روش‌های متفاوتی داریم، اما قبل از اون باید سطح زبانی یا هوجیست و لانگ رو انتخاب بکنیم. یعنی ببینم دارم با دوستم صحبت میکنم، با خانواده صحبت میکنم، تو کوچه و خیابون صحبت میکنم، یا تو یه جلسه رسمی با رئیسم دارم صحبت میکنم. کلاً خیالتون رو راحت کنم، ما سه هوجیست یا سطح زبانی داریم. فامیلیه که همون جوری که از اسمش پیداست با دوستان تو صحبت میکنی یا با اعضای خانواده، کوغام یا فرانسه محاوره‌ای که تو کوچه و خیابون با افراد صحبت میکنی که هم تو نوشتار استفاده میشه هم تو گفتار، و ستونو یا فاقمل یا رسمی که همون جوری که از اسمش مشخصه توی یه جایی که حتما باید به صورت رسمی صحبت بکنی استفادهش میکنی، هم تو نوشتار هم تو مکالمه و محاوره استفاده میشه. خب بچه ها، حالا که سطح مورد نظر رو انتخاب کردم، بریم ببینیم که ما چند نوع سوال داریم در زبان فرانسه و چه روش هایی برای بیان پرسش داریم. کلا دو نوع سوال داریم، میگیم لکستیون فرمه، سوالات بسته، یعنی جوابشون بله و خیر هست، و لکستیون وقت، سوالات باز که جوابشون لزوما بله و خیر نیست. دسته اول سوالات بسته رو هم ببینیم. سه روش دارم. متداول ترین روش تغییر انتوناسیون یا لحن هستش، که این روش برای فامیلیه یا زبان دوستانه و محاوره ای استفاده میشه. من این جمله رو که بهتون میگم یه جمله خبری تأکیدیه، تو و او پخ، دارم اطلاع میدم، تأکید میکنم تو به پارک میروی. حالا همین جمله رو با تغییر انتوناسیون انتهای جمله میتونم سوالش بکنم. تو و او پخ، تو و او پخ، انتوناسیون انتهای جمله رو بردم بالاتر، تو به پارک میری. این فقط در مکالمه استفاده میشه و نه در نوشتار. روش دوم استفاده از اسکیو هست، یه جوری همون آیای خودمون هست. اسکیو در ابتدای جمله قرار میگیره. اسکیو تو و او پخ، اسکیو تو و او پخ، در نوشتار استفاده میشه، در مکالمه هم استفاده میشه. روش سوم لنورسیون سوژه ورب هست، یعنی جا به جا کردن جای فاعل و فعل. تو و او پخ، این جمله خبریه، تو و او پخ، با انتوناسیون بردمش بالا. حالا میخوام لنورسیون سوژه ورب بش کنم، و تو او پخ، یا اگر بخوام لفام پولیتس برای وو استفاده بکنم حالت مؤدبانه، ووزله سوسوار شی علی، این با تغییر انتوناسیون هست. حالا میگم علی وو سوسوار شی علی. یادتون باشه بین فعل و فاعل وقتی لنورسیون سوژه ورب انجام میدم یه خط تیره میذارم. این روش هم در نوشتار استفاده میشه و هم در مکالمه. خب بچه‌ها، حالا بریم لکسیون وقت رو ببینیم. سوالات باز، سوالاتی که گفتیم که جوابش بله و خیر نیست. خب این سوالات با چی ساخته میشه؟ با نمو انتقایتی. اسمش پیچیده است، ولی همون کلمات پرسشی خودمونه. میشناسیمشون دژ، کی، کجا، چه کسی، چه زمانی، چه مقداری، کدام یک. اینها بهشون میگیم لمو انتقایتی یا کلمات پرسشی، همون جوری که توی تصویر مشاهده میکنیم. همون سه روش رو من برای سوالات باز هم دارم، یعنی تغییر لحن. مثلا میخوام بگم تو کجا میروی؟ تو و او، تو و او، پس کلمه پرسشیم رو در اکثر موارد میذارم در انتهای جمله. ممکنه تو محاوره او تو و هم بشنوید، ولی از نظر دستور زبان فرانسه صحیح نیستش. خب روش بعدی استفاده از اسکیو هستش، کلمه پرسشیم ابتدای جمله، بعدش اسکیو، بعد اون جمله هایی که میخوام سوالم رو بپرسم. او اسکیو تو و، او اسکیو تو و، تو کجا میروی؟ به همین سادگی. و روش سوم لنورسیون سوژه ورب هست، جا به جا کردن جای فعل و فاعل. او پخته وو، شما کجا میروید؟ او پخته وو، بین پخته و وو یه تیره یا خط تیره هست، اینو یادتون نره. خب بچه ها، این کلیات سوال پرسیدن در زبان فرانسه است. البته جزئیاتش باقی میمونه که یه مقداری بریم جلوتر که حتما یه ویدیو دیگه روش میسازیم. چند تا نکته مهم رو با هم دیگه ببینیم. یادتونه بهتون گفتم وقتی از تغییر انتوناسیون یا تغییر لحن استفاده میکنید، کلمه پرسشیمون میبرن انتهای جمله. مثل تو پر او، تو کجا میری؟ تو و او. اما اگر از پورکوا استفاده بکنم، پورکوا حتما ابتدای جمله میاد. مثلا پورکوا تو پار اون بوس، چرا تو با اتوبوس داری میری. نکته دوم، زبان فرانسه یه زبانی که خیلی به هارمونی و صوت و زیبایی کلام اهمیت میده. حتی اگه فرانسه بلد نباشی، اگر این زبان رو بشنوی خیلی به دلت میشینه و دلنشینه برات.
برای همین بعضی وقتها وقتی که من از روش انورسیون سوژه ور یا جابجایی فعل و فاعل استفاده میکنم، یه ت میذارم بین فعل و فاعلم زمانی که دو تا وایل به هم دیگه میرسن که این زبان رو زیباتر بکنم. به این مثال توجه بکنید، کلش ال. ببینید اینجا بین ا و ال من یه سکته میدم، یه پست میدم و این قشنگ نیست. نمیتونم دنکو یا یه دفعه بگم کلج ال، قشنگ نیست. حالا ببینید کلجتل، کلجتل. ببینید چقدر زیباتر شد، چقدر راحتتر من میتونم اینو بیانش بکنم. پس این ت فقط یه تی هست که کلامون رو زیباتر و روانتر میکنه. خب نکته سوم، زمانی هست که من از کمبیان استفاده میکنم. مثلا سکوت کمبیان، میری توی فروشگاه میخوای بگی قیمت این جنس چقدره، سکوت کمبیان چقدر میارزه، قیمتش چقدره. اما اگر بعد از کمبیان من اسم داشته باشم حتما دو هم بعدش دارم. مثلا شما چند تا بچه دارین؟ کمبیان دانفان اووو، البته دو اینجا شده دیاپاسخاف به خاطر اینکه دوتا حرف صدادار با هم دیگه رسیدن، اولی هست میشه تبدیل به آپاستروف میشه. کمبیان دانفان اووو. نکته چهارم در مورد که و کوا هستش. هر دوش به معنای چه چیزی یا همون بات در زبان انگلیسی میشه. ببینید زمانی که کوا بعد از فعل قرار میگیره، مثل چه روشی تغییر انتوناسیون، مثلا تو فه کوا، چیکار داری میکنی؟ تو و کوا، چی میخوای؟ خب من از کوا استفاده میکنم. اما اگر کوا قبل از فعل قرار بگیره، در چه روشی قبل از فعل قرار میگیره؟ اندرسیون سوژه ور، مثلا که فه تو، که و تو. اینجا کوا تبدیل به که میشه. در روش اسکیو هم سوال پرسیدن با اسکیو هم کوا تبدیل به که میشه، میشه که اسکیو تو فه، که وقتی به هم دیگه میچسبه به دلیل اینکه دو تا حرف صدادار به هم رسیده میشه کسکیو تو فه یا کسکیو سه. خب دوستان نکته آخر در مورد کل هست. کل یعنی کدام. وقتی که میگم کدام یعنی دارم یه گزینه رو بین چند تا گزینه انتخاب میکنم. وقتی میگم یه گزینه بین چند تا گزینه یعنی دارم راجع به اسم صحبت میکنم. توی ویدیوهای قبلی من به شما گفته بودم هر زمانی که با اسم سر و کار دارید یه لامپ باید تو سرتون روشن شه، مذکر یا مؤنث، مفرد یا جمع. کل تنها مؤنتقاتیو یا کلمه پرسشی هست که به چهار صورت استفاده میشه: مذکر مفرد، مؤنث مفرد، مذکر جمع و مؤنث جمع. چند تا مثال با هم دیگه ببینید. مثلا کل تون فیلم پرفره، ان فیلم مذکر مفرده، پس کل رو به صورت مذکر مفرد استفاده میکنم. اونا یه کلمه مؤنثیه، یعنی ساعت، نه ساعتی که رو دستم میبندم، ساعت زمانی. میگم کل آقای تیل چه ساعتیه؟ کل اینجا به صورت مؤنث مفرد استفاده میشه. فرض کنید میخوام بگم چه کتاب هایی رو شما میخری یا خریدی؟ دلیو مذکر جمع هستش. کل لیو اسکو زبه اشته، چه کتاب هایی رو خریدید؟ ده فی دختران مؤنث جمع هستش. دو کل فی اسکو پاله، راجب کدوم دختران دارید صحبت میکنید؟ پس در مورد کل دقت لازم رو داشته باشید. خب دوستان ویدیو امروزمون هم تموم شد، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. فراموش نکنید لو فرانسه سفاسیل، فرانسه آسونه، کافی به زبون ساده یادش بگیری. بعد از من تکرار کن لو فرانسه سفاسیل. بله فرانسه زبان ساده ایه. اگر ویدیو براتون مفید بود لایک کنید، کامنت بذارید، ذخیره کنید و دوستانتون رو به صفحه ما دعوت بکنید. مرسی، بون ژورنه، ا بیانتو.